سلام، با خبرهای این ساعت طلوع و شبکه جهانی طلوع نیوز خوش آمدید. امروز پنج شنبه 24 ماه سنباله سال 1390 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 15 ماه سپتامبر سال 2011 میلادی. در آغاز سرخط چند خبر. هشدار تند پنتاگون و پاکستان و شبکه حقانی پیوستن افغانستان و پیمان منع استفاده از مهمات خوشه‌ای و جان باختن 20 تن در نتیجه شیوع بیماری تب دنگی در پاکستان. مشروع خبرها. پاکستان باید برای از میان برداشتن پناهگاه‌های هراس افغانان در خاکش بیشتر تلاش کند. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا حمله بر این نیروهای این کشور در افغانستان را از سوی شبکه حقانی که در خاک پاکستان پناهگاه دارند غیر قابل پذیرش می‌داند. ایالات متحده آمریکا هشدار می‌دهد که حمله‌های اخیر شبکه حقانی در کابل را تلافی خواهد کرد. وزیر دفاع آمریکا درباره اینکه چگونه به این اقدام پاسخ خواهد داد اکنون چیزی نمیگوید، اما هشدار میدهد که اجازه نخواهد داد چون این حملات ادامه یابند. در همین حال رئیس CIA از ضعیف شدن شبکه القاعده سخن میزند و میگوید تا 2 سال دیگر این شبکه تنها به حیث یک شبکه تبلیغاتی توان فعالیت خواهد داشت. صالح صادات گزارش میدهد. ایالات متحده آمریکا از اقدامات جدی در برابر شبکه حقانی سخن میزند. یک روز پس از حمله 20 ساعته طالبان بر سفارت ایالات متحده آمریکا و فرماندهی آیسف، وزیر دفاع آمریکا از اقدامات ناکافی حکومت پاکستان در برابر شبکه حقانی انتقاد می کند. واشنگتن نیز شبکه حقانی را عامل اصلی رویداد اخیر در شهر کابل می داند. آقای پنیتا می افزاید که حمله های پراگنده و ترور بیشتر نشان دهنده این حقیقت است که طالبان توانایی هایشان را برای انجام حمله های گسترده در برابر نیروهای خارجی در افغانستان از دست دادند. من به دو علت درباره حمله های شبکه حقانی نگران هستم. اولین که آنان مردم و سربازان ما را میکشند، دومین که آنان پس از انجام حمله هایشان دوباره به پناهگاه های امنشان در پاکستان برمیگردند. این غیر قابل پذیرش است. از همین رو این شبکه باید بداند که ما هر کاری را برای نگهداری جان نیروهای خود انجام داده میتوانیم. در همین حال رئیس اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده آمریکا یا CIA میگوید که رهبری القاعده در اثر ضربات سخت و تلفاتی که اخیراً در افغانستان و پاکستان دادند از نگاه سازماندهی بسیار ناتوان شده است. دیوید پتریوس میافزاید که القاعده تنها امسال 8 تن از اعضای بلندپایه به شمول اسامه بن لادن را از دست داد. از سوی هم شماری از آگاهان حمله های انتحاری اخیر را در کابل و به ویژه در نزدیک سفارت ایالات متحده آمریکا بخشی از واکنش های پاکستان در برابر فشارهای آمریکا به این کشور می دانند. گروه های بنیادگرایی مثل گروه طالبا یا لشکر طیبه یا لشکر جنگوی یا سپاه صحابه یا تمام ابزارهای هستن. من فکر نکنم که پاکستانی ها اولا به آسانی حاضر به گذشتن از با باشه. و این یک سوال دیگه هم مطرح هست که آیا پاکستانی ها قادر به حل این مسئله هستن یعنی این مسئله مشهد است. با این همه درست پیش رئیس شورای امنیتی ملی با نگرانی جدی از اوضاع امنیتی کشور در مجلس سنا گفت که با تضرر نمی شود که با نامنی ها و مداخله های کشورهای همسایه پایان داد. چون به تنهایی متاسفانه هنوز نمی توانیم پاسخ اینقدر تجاوز بدیم. روزانه ما بین نزدیک 50 نفر هر روز شهید و کشته می دید. نزدیک 50 نفر و باید به این حالت پایان داد. به این حالت با عریضه نویسی و تضرع نمیشه پایان داد. اگر میشد ما زیاد کار کردیم. برادر گفتیم، خواهر گفتیم، به خانه های رفتیم. میمان کردیم، میمان شدیم. نشد. فقط با زور میشود. شما وقتی که زور کافی داشتیم، در جامعه بین المللی دیگران تمکین میکنند. وزیر دفاع آمریکا میگوید که هرچند این حمله ها نگرانی های را برانگیختند، اما نیروهای امنیتی افغان کارشان را به خوبی انجام دادند.
از سوی دیگر اسناد و مدارک به دست آمده نشان می‌دهند مهاجمانی که در ساختمان نیمه‌کاره در نزدیک چهارراهی عبدالحق جا گرفته بودند از آن سوی مرزهای افغانستان دستور می‌گرفتند. وزیر امور داخله با بیان این مطلب می‌گوید تا زمانی که پناهگاه‌های حراس افغانان در آن سوی مرزهای افغانستان نابود نشوند چون این حمله‌ها بر بخش‌های گوناگون کشور ادامه خواهند داشت و از توانمندی نیروهای پلیس در نابودسازی این مهاجمان ستایش می‌کند. راتب نوری گزارش می‌دهد. با آنکه وزیر امور داخله ضعف نیروهای امنیتی و استخباراتی را در جلوگیری از ورود حراس افغانان در نقطه مرکزی شهر کابل میپذیرد، میگوید که نیروهای امنیتی در هماهنگی بهتر توانستند با کمترین تلفات رویدادهای روز سه‌شنبه را مهار کنند. وی بر بنیاد اسناد به دست آمده از دستور گرفتن حراس افغانانی که در ساختمان نیمه کاره در چهارراه عبدالحق جاگزین شده بودند از آن سوی مرزهای کشور خبر می‌دهد، جایی که پیش از این نیز همواره پناهگاه امن برای حراس افغانان خوانده شده است. ما وقتی که موبایل ها را گرفتیم، ما شش موبایلی را که به دست آوردیم، اسناد و مدارکی را که به دست آوردیم، همگی نشان میداد که در بیرون از مرزهای افغانستان اینا ای توطئه در اوج جاسازی شده بود، توطئه از اوج آمده بود. وزیر امور داخله احتمال ادامه چنین حمله های حراس افغانانه را در کابل و دیگر بخش های پایتخت میپذیرد و میگوید که این گونه حمله ها تا زمانی ادامه خواهند داشت که پناهگاه های امن حراس افغانان در بیرون از افغانستان نابود شوند. و درک میکنم که اول امنی، اول عملی تروریستی امنی، آخر امنی، بلکه ادامه خواهد داشت تا زمانی که پایگاه دشمن در او طرف مرزا از بین نره و در روز مداخله صورت بگیره، مردم ما بدون شک نفس راحت نخواد کشیدن. تعمیر نیمه کاره در چهارراه عبدالحق، جایی که شش مهاجم مسلح از اینجا سفارت ایالات متحده آمریکا و مرکز فرماندهی های صف را در کابل آماج حمله هایشان قرار دادند و نزدیک به 20 ساعت با نیروهای افغان خارجی درگیر شدند. افزون بر این، در همین روز سه مهاجم انتحاری بر سه بخش نظامی در کابل حمله کردند که در تمامی این رویدادها 7 تن کشته شدند و 31 تن دیگر زخم برداشتند. راتب نوری، طلوع نیوز. در این حال وزارت امور داخله فداکاری پلیس ملی را ستایش میکند و از مردم میخواهد تا فداکاری آنان را دست کم نگیرند. وزیر امور داخله هنگام بازدید از زخمیان رویداد روز سه‌شنبه در شفاخانه مرکزی پلیس از مردم خواست تا با نیروهای پلیس ملی همکار باشند. در رویداد روز سه‌شنبه سمیع الله افسر پلیس هنگامی که یک مهاجم انتحاری را شناسایی کرد به خاطر نجات شهروندان و همکارانش وی را محکم گرفت تا در نتیجه انفجار جان باخت. اعضای خانواده این افسر پلیس میگویند افتخار دارند که فرزندشان برای نجات مردم جان داده است. شکیلا ابراهیم خیل گزارش میدهد. حمله های زنجیره‌ای روز سه‌شنبه در پایتخت. جان باختن 4 سرباز پلیس در این رویدادها و فداکاری سمیولا یک افسر پلیس. اکنون من و تصویر بردارم به سوی خانه سمیولا می رویم. افسر پلیسی که در منطقه بی بی مهروی شهر کابل هنگامی که یک انتحار کننده را شناسایی کرد به خاطر نجات مردم و همکارانش این مرد مهاجم را محکم گرفت و جانش را قربان کرد. این هم خانواده سمیولا. از این افسر پلیس یک مادر پیر و یک همسر با 4 کودک بر جا ماندند. مادر سمیولا میگوید که کودکانش بجز سمیولا نانآور دیگری ندارند و این افسر پلیس با کودکانش در یک خانه کرایی در شهر کهنه کابل زندگی میکرد. زبی وزلم، غریبم، کور نلری زویم، بکور چلوری اولادونه دی خزاده دولت دیمان اولادو سر باید برست بکیم منگو بچه کسی سر هم تروسه پوره دای شخصی کور نلری عاشقان و عارفانو که یو کرای کور کی وسی. کودکان این افسر پلیس در آرزوی دیدن پدر هستند اما پدرشان را نمییابند. داری که والا الله اکبر ویلی دی او پلار می زداد نیولای و پلار بچاره می خپل نورم کاران لری کلی و وای تاس لری سی او پلار می زداد هم اغد نو پریکن داریو که آغا من پلار رو کلی و بس می پلار شهید سی مکتب نراغم و اوام رو دل سپلار مشهید ده. ماما میگفت پارچه دوم نمرنگی را با ما بیار. این هم خانواده جانالیست. افسر دیگر پلیس که به خاطر نجات جان باشندگان پایتخت
جانش را قربان کرد. جانالی نیز 4 کودک و 1 پدر و 1 مادر پیر دارد که در وضعیت بد اقتصادی به سر میبرند. خانواده جانالی نیز سرپناه ندارند و خواهان توجه جدی حکومت برای آموزش و پرورش کودکان جانالی هستند. شهید شده بچه‌مه. خوشا باول چی که شهید شده. اما تو کی دولت بچه‌مه جان فرای که باید هم دولت هم خود مهربانی برش بکنه که از حال و حیالشون بخبر بشه از پیخوانگی و بیش جاییشی و اکنون ما با وزیر امور داخله در شفاخانه 200 بستر پلیس هستیم. وزیر امور داخله هنگام بازدید از زخمیان پلیس به ویژه زخمیان رویدادهای روز سه‌شنبه کابل از فداکاری نیروهای پلیس ستایش می کند. مجروحین پلیس که بالاخره خون خود به خاطر دفاع مردم خود در مقابل دشمنای مردم افغانستان و تروریست‌های جنایتکار و طالبای جنایتکار می‌ریزونن، ما تقدیر می‌کنم اونا را. دمازل اول نورس نیم داخل شدیم، اولین نفر بودیم داخل کابل. وقتی که پرسان خونم انفجار کرد و یک چرندیشی مخورد. شهر کابل روز سه‌شنبه سنگین ترین نبرد را در سالهای اخیر گوا بود. 6 مهاجم با سنگر گرفتن در یک ساختمان بلند، سفارت ایالات متحده آمریکا، مرکز نیروهای ایساف و منطقه وزیر محمد اکبر خان شهر کابل را آماج شلیک جنگ افغان‌های سبک و سنگین قرار دادند. در این رویداد به شمول 4 پلیس 6 تن جان باختند و در حدود 31 تن دیگر به شمول زنان و کودکان زخم برداشتند. افغانستان پیمان منع استفاده از مهمات خوشهایی را تصویب کرد. کمیته جهانی صلیب سرخ از این اقدام استقبال می‌کند و می‌گوید بر بنیاد مفاد این پیمان که در ماه دسامبر سال 2008 میلادی در اسلو آماده شده است، تولید، خریداری، استفاده، توسعه، ذخیره و انتقال مهمات خوشهایی ممنوع است. شهلا مرتضایی گزارش می‌دهد. کمیته جهانی صلیب سرخ میگوید پیمان منع مهمات خوشه‌ای ایجاب میکند تا کشورهایی که مهمات خوشه‌ای دارند یا از آن متضرر شدند به خاطر نابودی ذخایر این مهمات اقدام کنند و به قربانیان کمک کنند. مهمات خوشه‌ای قبلا در افغانستان استفاده شده و به می دلیل بود که امی مهمات میثاق‌های مهمات منع مهمات خوشه‌ای در سال 2008 آماده امضا گردید و چون کمیته بین المللی صلیب سرخ امین نیاز در افغانستان هم احساس کرد که دولت افغانستان به این میثاق ملحق شود و حکومت افغانستان پیشنهاد شد و بالاخره حکومت افغانستانی را تصویب کرد. از سوی هم رئیس کمیته جهانی صلیب سرخ حین امضای پیمان منع مهمات خوشه‌ای در نشست سال 2008 میلادی در اسلو گفته است که امضای این پیمان از سوی کشورهای متعدد سند است که درد و آلام قربانیان و کشورهای متاثر شده بدون توجه نمانده است. پیمان مذکور این سلاح‌ها را ممنوع نموده و با تولید آن مخالفت می‌کند. به گفته کمیته جهانی صلیب سرخ با تصویب این پیمان از سوی افغانستان شمار کشورهای عضو این پیمان به 62 کشور رسیده است که بیشترین کشورهای عضو این پیمان در آفریقا پس از آن در اروپا و آمریکا می باشند. شمار از بزرگان قوم در ولایت بغلان ادعا دارند که نیروهای امنیتی در این ولایت دست به قتل، زورگویی، دزدی و غصب زمین می زنند. این بزرگان قوم میگویند که والی و فرمانده پلیس این ولایت در جلوگیری از کارهای غیر قانونی نیروهای امنیتی ناتوان هستند. در همین حال والی بغلان با آنکه حضور افراد زورگو در این ولایت را رد نمی کند اما میگوید که تلاش ها برای حل این مشکل آغاز شدند. جاوید استانکزی گزارش می دهد. شماری از بزرگان قوم در ولایت بغلان یک مقام بلند پای پلیس را با قتل 2 تن از سربازان پلیس محلی متهم می کنند و در یک گرد همایی خواهان مجازات این مقام بلند پای پلیس هستند. این بزرگان قوم هشدار می دهند که هرگاه به خواسته هایشان توجه جدی نشود تظاهرات گسترده را راه اندازی خواهند کرد. دکتی واکنش کماندان رجوس پلیس محلی به معذر دیام که دی خلق به حضور که به ناروا به رحمانه توګه باندې وېست شهید بالکل ما مردم ما یې مشوره مشهور ما مردم ما بالکل نادیده گرفته یک متر خربوزی ممکن دوه مشهور میره ازو به دا تک یک هزار نګیره د مشور بخری د میدان درد میزنه او حکومت برید حکومت هم لګه پرسان زور بکنه قاچاق مواد مخدر وجود داره زورگوری ها و املاک غصب املاکات وجود داره.
در همین حال والی بغلان با تایید گفته های این بزرگان میگوید که آنان تلاش دارند تا جلو چنین کارهای غیر قانونی را بگیرند. تعدادی که در گذشته ها در پلیس جاوگاجا شده یا روی تمایلات قومی یا صاحبی یا هر چیزی دیگر، اونا با میل خود عمل میکنن و تا حد زیادی شاید قمانده کسی که قماندان پلیس است یا کسایی که دیگه قرار داره و از تیپی از وانی سری از وا کمتر مؤثر باشه. این بزرگان قوم در حال در اینجا گرده هم آمدن که پیش از این نیز شماری از باشندگان بخش های گوناگون ولایت بغلان از اذیت آزار شماری از زورمندان در این ولایت شکایت داشتند. احمد جاوید سنگزی، تلو نیوز، بغلان، پل خمری، دهن غوری. و کمیسیون حقوق بشر در شمال کشور از افزایش خشونت ها در برابر زنان نگران است. مسئولان این کمیسیون در شمال میگویند که در 6 ماه نخست امسال 16 رویداد تجاوز جنسی بر زنان در شمال کشور صورت گرفته است، در حالی که در 6 ماه نخست پارسال تنها 4 رویداد تجاوز جنسی بر زنان در این بخش کشور ثبت شده بود. مسئولان و فعالان حقوق بشر در شمال کشور میگویند با وجود تلاش‌های گسترده‌ای که برای از میان بردن خشونت در برابر زنان از سوی سازمان‌های ملی و جهانی صورت گرفته است، در بسیاری از بخش‌های شمال کشور هنوز هم زنان با چالش‌های چون تجاوز جنسی، ازدواج‌های اجباری، لت و کوب، خرید و فروش دختران و محرومیت از میراث روبرو اند. ما از هر مورد خشونت و از هر مورد نقض حقوق بشری و از هر مورد ناعفی رنج میبریم و برای ما جای نگرانی است. کسانی که قانون را تطبیق میکنن برای اونها مکافات داده شود، کسانی که از قانون تخلف میکنن برای اونها مجازات داده شود. از خود به خود جامعه به طرف اصلاح. زمان قوانین تطبیق خواهد شد که مردم به خاطر از او تلاش بکنن، مردم به خاطر از او سر صدای خود بلند بسازن. این مسئولان می‌افزایند که برای از میان برداشتن خشونت در برابر زنان نیاز است که از یک سو برنامه‌های گسترده‌ای برای آگاهی دهی مردم از قانون منع خشونت در برابر زن روی دست گرفته شوند و از سوی دیگر عاملان خشونت‌ها مجازات شوند و نیز برای بهبود وضعیت اقتصادی مردم و حل معضل بیکاری اقدامات جدی صورت گیرند. ادامه خبرها. در نتیجه شیوع بیماری تب دنگی در پاکستان 20 تن جان باختند. مقام های بهداشتی پاکستان میگویند که تنها در ایالت پنجاب بیش از 4000 تن به این بیماری دچار شدند. در همین حال حکومت پاکستان از تلاش های جدی برای جلوگیری از شیوع این بیماری خبر میدهد. سرازیر شدن سیلاب های اخیر در بخش های جنوبی پاکستان و افزایش بیماران تب دنگی در ایالت پنجاب، حکومت پاکستان را برای فراهم ساختن کمک ها به بیماران و سیلاب زدگان زیر فشار قرار داده است. در همین حال مقام های بهداشتی پاکستان می گویند که در 2 ماه گذشته نزدیک به 4500 مورد تب دنگی در ایالت پنجاب گزارش شده است. از همین رو احتمال می رود که شمار تلفات این بیماری افزایش یابد. هرچند حکومت پاکستان می گوید که برای جلوگیری از شیوع تب دنگی در این کشور به گونه جدی تلاش دارد، اما شمار از باشندگان شهر لاهور می گویند که تاکنون کار چشمگیری در این راستا انجام نشده است. من در حالت مرگ قرار دارم. من احساس سردی می کنم. لطفاً کسی مرا کمک نماید. در جریان 3 روز من نتیجه خونم را به دست آوردم و آنان تایید کردند که من به تب دنگی مبتلا شدم. در همین حال حکومت سریلانکا می گوید که برای مبارزه با بیماری تب دنگی یک گروه مددرسان را به پاکستان می فرستد. تب دنگی یک بیماری عفونی است که توسط چندین گونه پشه منتقل می شود. علائم این بیماری ظاهر شدن لکه های سرخ روی بدن، تب شدید و استفراغ است. و این هم چند گزارش کوتاه دیگر از جهان. در انفجار در پاکستان 20 تن کشته شدند و چندین تن دیگر زخم برداشته اند. مقام های پاکستانی می گویند که این رویداد امروز در منطقه دیر پایین رخ داد. نخست وزیر بریتانیا و رئیس جمهور فرانسه بر ادامه حمایت این کشورها از شهروندان لیبیا تاکید می‌ورزند. دیوید کامرون و نیکولا سرکوزی که با مقام‌های شورای ملی انتقالی در شهر ترابلس سخن می‌گفتند، می‌گویند که لندن و پاریس دوست مردم لیبیا هستند و تا هنگامی که صلح در لیبیا با تهدید روبرو باشد، آنها در کنار مردم این کشور خواهند ایستاد.
دیپلمات های بلندپایه آمریکا و اتحادیه اروپا به هدف توقف تلاش ها برای عضویت فلسطین در سازمان ملل متحد به خاورمیانه رفتند، در حالی که مقام های فلسطینی برای به رسمیت شناخته شدن فلسطین به عنوان یک کشور مستقل در سازمان ملل به گونه جدی تلاش دارند، اما آمریکا و اتحادیه اروپا میخواهند مانع این کار فلسطینیان شوند، زیرا واشنگتن به این باور است که ایجاد یک کشور مستقل فلسطینی تنها از راه گفتگوهای صلح با اسرائیل امکان پذیر است. با این هم چند خبر اقتصادی. تا کنون در حدود 30 شرکت مشترک بزرگ افغان و خارجی در بخش‌های مختلف در کشور ایجاد شدند. اداره حمایت از سرمایه گذاری ها در افغانستان میگوید که بیشتر این شرکت ها در بخش های ساختمان سازی و جاده سازی کار می کنند. به گفته این نهاد، شرکت های مشترک در افغانستان نتیجه بهتر داده است. ذبیح الله جهانمل گزارش می دهد. اداره حمایت از سرمایه گذاری ها در افغانستان اطمینان بیشتر در عملی ساختن پروژه ها، استفاده از فناوری های پیشرفته و موجودیت سرمایه لازم را از مزیت های شرکت های مشترک افغان و خارجی می گوید. با گفته این نهاد، موجودیت شرکت های مشترک افغان و خارجی سبب تشویق و جذب دیگر سرمایه گذاری های خارجی نیز در کشور می شود. من فکر کنم چه دیر افغانستان مساعد ده چه من گدی پنگوالی ولرو دا که دولت له باندنه یو پنگوالو سره گدی دولتی او خصوصی پنگونی هم که امکانات شته چه پی 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 یا پبلک پرایوت پارتنرشپ ورتوی او همدا دولت دا امکانات هم شته افغانستان که چه خصوصی پنگوال له خصوصی پنگوال له افغان سره یو په برخه کې پنګونه وکړي. بر بنیاد اطلاعات اداره حمایت از سرمایه گذاری ها، در افغانستان تا کنون بیشتر سرمایه گذاران کشورهای ترکیه، ایالات متحده آمریکا، روسیه، کازاخستان، تاجکستان و شماری دیگر از کشورهای همسایه و منطقه در شرکت با سرمایه گذاران افغان شرکت هایی را در افغانستان ایجاد کردند. و به زودی بازار بورس در کشور ایجاد خواهد شد. بانک مرکزی میگوید که بررسی های کسوی این بانک با همکاری بانک جهانی انجام شدند نشان میدهند که شرایط افغانستان برای ایجاد بازار بورس مناسب است. از سوی هم اتاق تجارت و صنایع ایجاد بازار بورس را در کشور از نیازمندی های اساسی برای جذب سرمایه گذاری های خارجی میداند. تمیم شهیر گزارش میدهد. بانک مرکزی می گوید که با ایجاد بازار بورس در کشور، مردم می توانند در سرمایه گذاری های بزرگ سهم بگیرند و شرکت های هوانوردی، شرکت های ساختمانی، شرکت های مخابراتی و دیگر شرکت ها می توانند با عرضه سهام سرمایه گذاری هایشان را توسعه دهند. به گفته بانک مرکزی، تمامی مراحل ابتدایی برای ایجاد بازار بورس در کشور تکمیل شده است و تنها در حدود 15 میلیون دلار بودجه نیاز است تا این بازار به فعالیت آغاز کند. عملی کار پاتې ده چې قرارداد وشي خلک را شکار شروع کړي. عملی کار د قرارداد نور څه بدري کله دانی سجده تکمیلیږي. اداره مستقله به خاطر ایجاد ازي به وجود بیاد چوکات دولت و او با جدیت تمام زیر ساختارهای لازم هم از نظر نرم افزارها و هم از نظر سخت افزارها به وجود بیاره. اتاق تجارت و صنایع میگوید که معادن، کشاورزی و ایجاد شهرک ها مانند شهرک دیسبز به سرمایه گذاری های بزرگ نیاز دارد و با ایجاد بازار و بورس سرمایه گذاران در این بخش ها سرمایه گذاری خواهند کرد. فردا کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 26 و پایین‌ترین 15. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 32 و پایین‌ترین 21. کندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 33 و پایین‌ترین 18. جلال آباد آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 32 و پایین‌ترین 20. و سرانجام در شهر هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 29 و پایین‌ترین 18. با پایان خبرهای این ساعت رسیدیم. از همراهیتان تشکر. موفق باشید.